ناراحتی امیر تتلو از هواداراش و اینکه قضاوتش میکنن و هنوز به این باور نرسیدن که امیر تتلو مسیری که میره مسیر درستیه و صحبت هایی که انجام داده و گفته از این به بعد باید پول کارام رو بدید و تا 5 میلیارد تومان جور نشه آهنگ بعدی رو منتشر نمی کنم و تا 600 دلار که یکی دستمزد به من نده کنسرت بعدی رو برگزار نمی کنم. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت های امیر تتلو رو میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب بعد از کنسرت جنجالی که امیر تتلو برگزار کرد و دستمزد و پول خوبی از این طریق این کنسرت به دست آورد، اولش رفت با پولش یه پورشه آخرین مدل گرفت، ولی خب بعدش گفت که این خونه ای که هستم در شأن من نیست و میخوام برم بهترین خونه این منطقه رو بگیرم و بهترین خونه استانبول رو گرفت و برای پول اجاره 3 ماه مجبور شدش که ماشینش رو به صاحب ویلا بده، که این حرکت تتلو باعث شد که خیلی از هواداراش بهش اعتراض بکنن و گفت بهش بگن که برای چی پولاتو اینجوری به باد میدی، پولی که سالها زحمت کشیدی و باش یه دونه پورشه گرفتی دادی برای اجاره 3-4 ماه یه ویلا. که تتلو هم حسابی بهش برخورد و خطاب به هواداراش گفتش که به خودم مربوطه که کجا زندگی میکنم، من باید برای چند ماه هم که شده توی خونه و ویلای زندگی بکنم که در شأن خودم و همسر و خانوادم هستش، حالا شده برای چند ماه حتی. اگه لیاقتشو داشتم که بازم همینجا یا یه جای بهتر رو تمدید میکنم، اگرم لیاقتشو نداشتم که نتونستم یه کنسرت دیگه برگزار کنم، اینجا رو خالی میکنم و میرم یه جای ارزونتر. ولی خب این برخورد تتلو باعث شدش که کامنت های عموما منفی نسبت به صحبت های تتلو داده بشه و این باعث شدش که تتلو حسابی از دست هواداراش شاکی بشه و در نهایت هم تو بخش کامیونیتی یوتیوبش اومد یه پست گذاشت و اینجوری خطاب به مخاطباش گفت: قیمت آهنگ جدید 5 میلیارد و دستمزد من برای کنسرت جدید 600 هزار دلار هستش. نصف مبلغ رو هم پیش پرداخت میگیرم تا کار رو شروع کنم. اگه کسی جایی شرکتی اسپانسری پیدا شد و پول داشت که داشت، اگه نه دیگه امیر تتلو نداریم. بهتره من و شما. خب رفقا، این بودش صحبت های امیر تتلو. نظرتون راجع به این صحبت ها چیه؟ حتما نظرتون رو برای ما توی بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.